سلام برای یوتیوب سال اقتصادی هستم امیدوارم رو روز خوبی داشته باشین این بیز... ویدیوی ویدیو بیزنسیه خیلی آراجع ویدیو بیزنس... بیزنسی بیزنسی خواستین گفتم بهتون بگم اولین چیز تمام کسی که تو این ویدیو میگم نظر شخصی منه خودتون میخواین ریسرچ کنین میخواین اصلا گوش ندین یه من کار کرده یه من فکر میکنم بعد اینجور باشه یه خودتون میدونین من فقط انجام میشم نظر شخصیمو واقعا آنست چیزی که تو مغزم میاد و میگم بدون سانسور ریزالتش هم فعلا خوب بوده یعنی کنار خیابون ما نمیخوابیم آقا میخوام راجع به این جمله صحبت کنم که هر وقت جلوی ضرر رو بگیری منفعته یا یکی دیگه نمیدونم ماهی هر وقت عذاب بگیری تازه است تو اون ماهی ها حتی به ماهی, تازه به ماهی،, ماهی... زیاد رب نره به اون که رب ده. ببین این داستان داستان حالا اون شخصی میگم چون اگه من چیزی که دارم توضیح میدم یه موضوع شخصی هم داشته باشم من, من اون آخری رو میگم که برای بچه ها چششون باز بشه و راحتتر بتونه دیده بشه به عنوان اینکه مثلا بخوام به کسی قوری بزنم یا اینا نیستش این دارم داستان که الان میگم داستان قلندر ادیتور قبلی و در واقع امین منیجر جدید چون در واقع قلندر کارش منیج سلاش ادیتینگ بود یعنی هم منیجر بود هم ادیتور بود امین هم چیزی نیست من سه ماه پیش از دست قلندر شاکی شده بودم که دیگه میدیدم داره بد کار میکنه چون چند باری چیزی باید آدم ترای میکنی هی hey, متوجه میشی که اشتباه میکنه ولی خب من چون واقعا جدی دارم چون آدم خیلی مهربونی هم و درم آدم میسوزه همیشه میخوام بهشون یه شانس بیشتر بدم که بیا برو جلو مثلا حالا یه بار اشتباه کردید الان بچه ای عمت مرده دو سخرت باد کرده هر داستان داری خاص من همیشه سعی میکنم که مثلا هی بگم که یه دلیلی داشته یا رو اشتباه کرده و خوش درست میکنه چون مثلا کور که نیست بعد ببینه چه جای خوبیه داره اتفاق خوب داره میفته و آیند ب... ب... در واقع بودم طرف باید بتونه آینده رو ببینه دیگه لازم باشه من بهش بگم و خوش بتونه آینده رو ببینه خب این این داستان من بود حالا چجوری شد من قرار بود مثلا یه سری خب کارا میکنی ببین چجوری میتونی بهتر بشی من که میدن خب ما که این همه ویدیو درست میکنیم خب توی ویدیو هم صحنه هست که مثلا خندهدار باشه یا آموزنده باشه یا جالب باشه میگفتم که لطفا اگه میشه این ویدیو ها رو تیکه تیکه کن وقتی که یه ویدیو رو ادیت میکنی سه تا ما شورت بفرست که من اینا رو بتونم مثلا تو اینستاگرام اینا آپلود کنم نمیکرد بعد میگم دادا این کارو بکن دوباره نمیکرد بهونه میورد این چیز جالبی توش نبود اینو بعد همش رو ببینی جالب باشه امروز سخت بود امروز من دو, دو تا کار داشتم وقت نمیشد باید یا اینو درست یه میکردم یه فیلم بعدی رو ادیت میکردم هدف یه بهونه بود یه روز اومدم گفتم که آقا یکی رو پیدا کن ما انقدر پول میدیم که تو وقتی ویدیو رو درست کردی همون بفرستی واسه اون آدمه اون آدمم صدا شو درست کنه تو اینا رو برسونی دست من چقدر میخوای پول بدی انقدر خب انقدر بده خودم میکنم اوکی خودت بکن اونو میدادم باز نمیکرد بعد عجب بدبختی گیر افتادیم و هر دفعه یه داستانی بود و هر دفعه میگفتیم خیلی آماده بود که نه قبلی که دادم آپلود نکردی فعلا مثلا نه یه یعنی چی تو بعد هر دفعه ویدیو آپلود میشه بقاچم یه دو فولدر باشه توش تا تو شورت باشه دیگه من با اونو چیکار میکنم به شما ربطی نداره ولی در صورت میگم هیچ وقت نشد 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 منم هی hey, کوتاه می اومدم هی hey, کوتاه می اومدم هی hey, کوتاه می اومدم هی hey, میگفتم که نه مثلا این همه مثلا با هم بزرگ شدیم به قول معروف شش ماه هم زحمت میکشیم فلان مثلا هی hey, فهم مثلا قطعش کنیم از این حرفا بیشترش هم ترس شخصی بود دیگه چون من دوباره برم ادیتور ای جدید پیدا کنم مرجع پیدا کنم میدونی پول میخوای بفرستی میخوای اعتماد داشته باشی دوباره بعد کارو را بکنی راحت نیست آدم جای که از کل راحته تا این داستان محس خانم اتفاق افتاد که اصلا دیگه قلندر زد سخم تبدیل رو پایین به بهونه این که آقا اینترنت ها قطعه خب ما هم که نمیدونیم خبر نداریم گفتیم قبول اینترنت ها قطعه وایستادیم یه مثلا چمک گذشت و یه ماه شد یه ماه نیم شد دیگه دیدیم ما هر کیو که از ایران میشناختیم یعنی مثلا یارو که فقط از تکنولوژی یه دونه تلفن می داره هیچ چی دیگه نمیدونه گوگل نمیدونه چیه از اون داره به ما تلفن میزنه با همه چی از فیستان گرفته تلگرام واتساب نمیدونم اینستاگرام بعد میگم خب اگه همه وسن چرا این آدم ما هنوز وس نیست و تازه آدم ما باید تکنولوژی باشه من فکر که همه قد باشن این بتونه وصل بشم چون امیدی داشتم من اینجا دیگه چیزم شد مهربونی گفت بیخیال خیال شو تجربه هم گفتش که نه این داره همون داستان همیشگی داره پیش میاد که تو تو یه جایی که هستی میدونی اشتباه چیه رو ول نمی کنی همونجا میمونی و بالاخره اون اشتباه تو رو از بین میبره یا اشتباه خودش میره مثلا یهو آریم میگه که دیگه من نمیخوام کار کنم یا مثلا میمیره و من مجبور که حالا دارم میکنم بعد همیشه خوشحال میشه بعد اینه که به خودم گفتم گفتم دیگه صورت تو دیگه خیلی تجربه داری اگه بخواد دوباره گم بزنی یهو به قلندر گفتم که داد من دیگه نمیخوام با تو کار کنم تمومش کن بند خودم خیلی چیز کرد که مثلا نه بابا اینجوری نیست و تو الان یه قاطی کردی ما با همیم و با هم کار میکنیم و اینا گفتم نداد من نمیخوام با تو کار کنم تو کاملا نمیتونی چند بار ازت خواستم ولم کن گفت نه 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 قول میدم قول میدم قول میدم فلان هی گفته گفت ما هم گفتیم نه خلاصه گفتم نه, گفتم نه تموم شد کاملا یعنی من بی خیال شدم بعد حالا الان بی خیال شدم هیچ کسی ندارم یه دونه ادیتور بیشتر وجود نداره همه کارم خودم آب بکنم اینجوری تو, این م... تو این, موقعیت هم اصلا خوشحال نیستم تو همین فاصله یه شانسی امین مسیج میزنه که سوهل بیا من اینکه کانالتو میخوام رو, می رو بندازم الان من شیش ماه نیستم شیش ماه آبدود نشده می آقا من آیدیا دارم و فلان بسار گفتم شو با همین افتیم جلو و یه خانومی هم از ایران به من مسیج زد که من کار شما رو دیدم و شنیدم تو ویدیو میگی مثلا منیجر میخوایی که میخوای کمکت کنه اینا من میخوام کمکت کنم گفتم خب دمت گرم خانمه اومد و خیلی چند روز هر روز زنگ میزد و صحبت میکرد اینا بعدش فهمیدم که خیلی خوب نیست چون مثلا آیده اولین بود که تو بیا پول بده من یکی بفرستم مدرسه یه سال دو سال ویدیو درست کردن یاد بگیره بعد از دو سال بیاد بیرون برای تو کار کنه کامل حقوقش هم ماهیونه بده یعنی مثلا اصلا آیدیا انقدر کسخلانه و احمقانه بود اصلا من پاشیدم گفتم دود نگاه کن به این قلندر گفتیم بره نگاه کن چی دو خیابونه همون اند میگه. تقریبا همونجا اند شد یعنی هم آخرین بار تقریبا که من باش آخرین بار که من با جدی افتادم هم, هم بود اون یکی دو بار دیگه مسیج زد و بچم اصلا دی... کاملا غیب شد یعنی فقط دو بار مسیج زد دیگه جواب نمیدم دیگه اصلا رفت گفت اوکی یعنی چه شانسی بردم با این کانکت نشدم گفتم خیلی خود خودم میکنم یه دونه برای هم که الان ادیت میکنه مصطفی است در میگم مصطفی خیلی پسر خوبیه و اینا من مصطفی همیشه به قول معروف بکاپ بود قلندر اصلی بود هر وقت من چیزی میخواستم زیادتر بود اینا میدادم به مصطفی مصطفی ضعفی که داره انگلیسی بلد نیست قلندر بلد بود اتفاقا هم که افتاده بود این ویدیو آخر من همش با النا بود فقط خود قلندر میتوس ادیت کنه که مثلا یکی از ویدیو رو مثلا جمع سه ماه یا چهار ماه طول داد تا ادیت کنه چهار ماه فکر کنم من ویدیو تابستون گرفتم زمستون بهم داده خلاصه دیگه من میگم مثلا به اینجا رسیده بود ویدیو آخر که ازش گرفتم همین انگلیسی هر که گرفتم گفتم دیگه نمیخوام کار کنم دیگه آقا بی خیال شیم مثلا شما برو دنبال کار خود منم دنبال کار خودم از اون روز فقط و فقط بهتر شدیم یکی زنگ زد شانسی ها ببین شانس ها بهت میگم دنیا روی سیستم کار میکنه الکی نمیگم خودش یکی زنده که آقا من میخوام برای ویدیوی شورت درست کنم پول میدی؟ گفتم ببین راست بخوای نه پول نمیدم چون پول دادم جلو نمیره من نمیتونم کیفیت کار تو رو بشم هر دفعه نگاه کنم کدوم صحنه میکشی بیرون اگه پول بدم میدی دقیقه 15 رو میکشی بیرون من نمیدونم خوبه بدت میدونی گفتم من پول نمیدم اگه دوست داری بیا بشین شورت درست کن شورت ها رو میذاریم رو اینستاگرام هر وقت اینستاگرام به 50 تا فالوور رسید من یه حالی بهت میدم اون موقع گفتم 5 میلیون 10 میلیون بهت میدم حالا تو اون رنج میتونه 3 میلیون باشه میشه 12 میلیون باشه نگفتم عدد نمیدونم من میتونم یه پولی اون موقع بهت میدم بس به سیچویشن داره ببینم چه چه جوریه داستان یه پولی بهت میدم حسین هم که خیلی وقت باهاش یه ویدیو باش گرفتیم همه کردن حسین هم که خیلی وقت با باهامونه اونم که همیشه داره بهمون حال میده خب دو نفر جوشوش که شروع کردن ویدیومون شورت زدم امین اومد تو داستان خودش سه تا ادیتور آورد گفت آقا بیا من دیگه هر چی می‌خوام رفته بالا مصطفی به امین کانکت کردم دیگه امین همه ویدیو رو میده به مصطفی مصطفی میرسونه ویدیو بعدی میده بهش هر وقتم دیگه بخواد بریک کسی بگیره میتونه امین خودش حواسش از چهار تا هستن کسی به قول معروف خسته نمیشه سنگین نمیشه احساس میکنه که او من باید, باید 24 ساعت کار کنم از این حرفا کسی هم که دلش میخواد 24 ساعت کار کنه ویدیو میرسونه ویدیو میگیره ویدیو میرسونه ویدیو میگیره ویدیو, می ویدیو رو بگیره نرسونه ویدیو دیگه نمیگیره خیلی ساده است حالا امین اومده من به قلندر پول خوبی میدادم خدا وکیلی چه جو که من نظر من بود ها برای سرویسی که میگرفتیم که نه برای سرویسی که میخواستیم بگیریم پول خوب میدادم برای کاری که قنده میداد واقعا اصلا ارزش نداشت کاری که پولی که من میدادم خیلی زیاد میدادم امین اومد تو بازی گفتم امین من بهت پول نمیتونم بدم یا افغان مثلا امین اینو گفت نمیدونم یا نمیدونم نه من گفتم من پول بد نمیتونم بدم برای اینکه من میخوام ریزالت ببینم میخوام نتیجه ببینم شما بیا ده درصد یوتیوب سوال سوال اقتصادی ریاکشن رو بگیر تو اون ده درصدش رو شما کن کار کردن همون کاری که خود گفتی اگه کانال گنده شد پول در شما پول در نه کانال افتاده هیچ کاری نمیکنه همونی که هست خب الان کانال رفته جلو از این حرفا بعد تو همین فاصله خب ما شروع کردیم یه ویدیو دادیم بیرون که آقا بچه چون خیلی بچه ریکوست سوال از من زیاد هست گفتیم آقا ما ساعتی 200 دلار میگیریم میشیم باهاتون صحبت میکنیم راجع به زندگی یا بیزنستون خب بچه هم چندین نفر اومدن به قول معروف ساین اپ کردن و من چون با امین تو با امین این وال بود گفتم امین من میفهمم آدم رو پیش شما شما باشون حرف بزن ستاپ کن برس به حرفاشون ایمیلشون رو جواب بده در ازای اینم هم همون در درصد رو, رو اینم پیاده میکنیم خب امینم گفت قبوله امین که هر روز میره کار میکنه چندین ساعت هفته شیش روز ماهی زیر پنج میلیون حقوق میگیره خب این حقوق امینه توی ماه اولی هم که اومد برای من کار کرد قرار بود یک دلار نگیره چون درآمد یوتیوب وقتی که امین اومد چهار دلار بود یعنی امین ده برابرش هم که میکرد میشد چه دلار در درصد در امین میشد چهار دلار چهار دلار هم میشه چه سه هزار تومن پس امین یا دیویس هزار تومن امین برای دیویس هزار تومن اومد کار کرد ولی نه برای اینکه دیویس هزار تومان بگیره اومد میدونست دارم مثل سگ کار میکنم ولی آخر ماه بهترین حالت 200 هزار تومان میگیرم دو تا حالت میشه نره یا امین کسخله یا امین باهوشه امین باهوشه چرا چون امین داره آینده رو نگاه میکنه میگه من که اینجا هستم الان امین 18 سالشه میگه من که اینجا هستم 22 سالگی خب من 4 سال اینجا با این حال میکنم بعد تا سناریو با سهر گفتیم خندیدیم با دو تا آدم معروف کانکتش کردم با سپر فیس تایم کرده با چند تا آدم دیگه که ویدیوشون قرار میاد بیرون رفته مثلا دیده کار جالبی انجام داده که خیلی آدم ها مثلا این کارو بکنن خب پس این باخت امینه بردش هم اینه که آقا ما موفق شدیم داریم چهار سال دیگه یوتیوب داره ماهی چند هزار دلار میزنه امین هم نشسته داره فلان قد پول در میاره. خب پس امین با این آیدیا اومد جلو این می باهوش توی ماه اول سر ویدیو سوالا زیاد بود سوالا زیاد بود ما گفتیم آقا سوال میخوایم بپرسیم ساعتی پول میگیریم ساعتی یه بیزنس جدید شروع شد تقریبا تو خورد ماه اول حقوق امین از 10 میلیون بیشتر شد یعنی به این فکر بکن قرار بود 200 هزار تومن در بیاره با دل جون کار کرد شانس هم زد تو همون ماه اول بالای 10 میلیون در آورد یعنی حقوق بالای سه ماه خودش رو در آورد یعنی اگه سه ماه با من کار کنه میتونه نه ماه کار نکنه براش به خاطر این اتفاق افتاد به خاطر اینکه اومد گفت من میخوام کار کنم کار رو ببرم بالا نه اینکه من چقدر میتونم از سوئل بتیغم اگه با اینکه بیاد چقدر از سوئل میتونم بتیغم میتونست یه مقداری به در بیار من نمیدونم چقدر ولی قول بهت میدم انقدی که الان بود نبود. اگه عممی میومد میگفت من میخوام کار کنم، ما ماه پیش 15 تا ویدیو دادیم. من اگه بهش میدم ویدیویی بهت چه میدم 200 هزار تا. من دیوونه 1200 تا. 100 تا هم بهت میدم. که تو برو مثلا پیدا کن چه میدم ورزشه خنده دارم سگای خنده دار. پیدا کن بیا 15 تا ویدیو میشه 1 و یکنی میلیون. 1 و میلیون همین گرفته بود. منم سوارش بودم. منم گفتم کار کردی زحمت کشیدی نه پول تو گرفتی با هم صحبت کردی میخوام چقدر میخوای گفتی 150 من گفتم 70 تو گفتی 120 من گفتم 90 تو گفتی 100 گفتم قبوله پس نرخ تو خود اعلام کردی 100 تا پس تو دیگه الان کارگر منی با هم مثل کار کنید چرا ویدیو کیری بود بعد امین بهش برمیخورد رابطه ما اگه یه ماه دیگه به گانه 100 درصد یه سال دیگه به گانه ولی الان امین وقتی داره مجانی کار میکنه من دیگه به چشه یه دونه همکار میبینمش به چشه یه پارتنر میبینمش وقتی زنگ میزنه میگه یه ایده خوب دارم گوش میدم هیجانی میشم وقتی یه ایده خوب میبینم بسش توضیح میدم که بتون خوش رو بهتر کن تو کار خودش چون اگه امین بره یه کاری بکنه که ما ویومون بره بالا ما زودتر قوی میشیم جفتمون میبریم ولی اگه امین داره بقرار فقط داره میتیقه منو من یه روزی امینو میندازم زمین بعد امین دیگه نمیتونه به نفر بعدیو به بدیقه چون تو اپورتونیتی خاص هر روز به وجود نمیاد اینجوریه که هر روز یه نفر بیاد شاید دوباره اتفاق بیفته نمیگم نتونه بیفته ولی اگه مثلا 100 تا قلندر باشه از من جدا بشن 10 تاشون دوباره میتونن به یکی کانکت بشن که زندگیشون بره جلو نه یکیشون میتونه ولی مطمئن باش 40 تاشون نمیتونه 100 درصد باش که نمیتونن همشون موفق باشن دوباره پس تو در یه جای بودی که میتونستی خودتو موفق کنی به خاطر بچگی به خاطر اشتباه به خاطر نادونی از خودت اینو میگیری بعد در آینده میگی طرف میخواست منو بچاپه طرف میخواست من کار کنم واسه هیچی الان امین میتونه بره بگه دیگه آدم تخمیه پول داره ولی به من گفته مجانی باید کار کنی این چاقال میخواد از همه بتیقه حرفش هم درسته ولی اومد با این سناریو جلو الان خودش هیجان داره خودش خوشحاله چون میگه من اومدم یه ما پولش سه ماهونی منو او در آوردم یعنی من تو سه ماهونی میگه یه دلار پی نشم اوکی هم آلردی میدونه که مثلا ماه دیگه دوباره آلردی الان همین الان ماه دیگه شروع نشده ماه دیگه, حتی دیگه شروع شده چون ما 25 کات میکنیم دو روز شروع شده توی دو روز الان امین آلردی 4 میلیون رد کرده تو دو, دو روز کات امین الان رادی 4 میلیون رد کرده یعنی اگه ما تو آخر ماه هیچ کاری دیگه نکنیم 5 ماه امین از کاری که روزی میرفته 8 ساعت و 10 ساعت با روندگیش بذاری توش کار میکرده هفته 6 روز یعنی هفته 60 رو کرده شبی با من 3 4 ساعت گپ میزنه هر شب هم نیست بگو 5 15 ساعت با من کار میکنه یعنی 25 درصد کمتر از چیزش بعد با من که حرف میزنه میتونه آب بره بخوره میتونه گل بزنه میتونه مشروب بخوره میتونه بگه آقا من اوز خستم میخوام بخوابم میگم برو بخواب عزیزم یعنی با رفاه داره کار میکنه 25 درصد 5 برابر 6 برابر داره پول در میاره ولی وقتی اومد تو کار با ان اومد تو این قرار بود هیچ چی نگیره بعد تازه تو بیا الان مقایسه کن قلنده رو با امین قلندر ادیتینگ بلد بود عالی قلندر امین بلد نیست تخمی یعنی اون یه راه دو راه داشت از من پول در بیاره راه تخمیش ادیتوریش بود راه باهوشش منیجریش بود اون اگه من منو قوی تر میکرد و میتونست یه درسی که من در بیاره خیلی میتونست بهتر بشه ولی اون راه تخمیه رو رفت جلو منم تو زندگی این اشتباه رو کردم اون لحظه چیز کچی کرده میبینی میری جلو من دلیلی که این کار کردم چون آدم نمیدونم چجوری فرصت طلبی نیستم مثلا اگه ببینم یه نفر داره یه کاری میکنه نمیرم بچسم بهش که منم بکنم به ب... غرورم برمیخوره واسه همین میگم آقا من کاری ندارم تو داری مثلا فلان کار میکنی من الان مزدمو بده من صد دلار میگیرم میام اینجا یه ساعت اینجا رو جارو میکنم میرم چون هر وقت حکی من گفته آقا من به دو درصد میدم 100 درصد میدم دو تا اتفاق نمیشن نمیشه نیافتاده یا یارو بگاه رفته که گفته که خب آقا ندارم دیگه بدم یا موفق شده بار پیچونده میگه من دیگه برو دنبال بیا دنبال پولت برو ثابت کن من به تو گفتم به تو فلان درصد میدم حالا برو بگیر میدونی هیچ وقت آنس نبودن با من آدم ها من این اشتباه کردم ولی تو آدم های جوون تو سن امین و اینا دیگه شما نباید اشتباه بکنید شما باید دنبال این باشین که مجانی هستن کار کنین اگر آینده ای توش میبینی اگه یکی بهت میگه مثلا بیا اینجا چه میدونم آب بکش از این جوب بریز توی این باغچه شاید تو آینده نمیدونی من 10 سال میکنم کنم اینچه اتفاق نمیفته تو هی میزنی اینجا آخر پرتغال پرتغال میدونی مید. میفروشی دیگه من, من چیکار داره ولی اگه تو ببینی که یارو بچه نداره بعد میگه من دومانی کم که میخوام باقی دستش بعد تو میگه خواهر کنم من پنج سال اینجا مجانی کار میکنم از پرتغال هم غذا میخورم بعد از پنج سال که یارو سرش سرشگاه زمین میده به من دیگه کسی نهاره که بده کسی خود رو چیکارش کنه بعد یه سلام به یارو میگی میگه میشونه بنویسی که تو این مزرعه تو میدی به من اونم میگه آره من دیدم تو کار کردی مینویسم که کرد. من مردم اگه تو قول به تا 10 سال دیگه اینجا درخت پرتقال بده ب همه چی تو ولی یکی بره بگیم نه من الان میخوام شب برم سیگارم رو بکشم به من پول بده خاله خب برو گمش میدی گمش میبینی ولی این یارو 5 سال سیگار نمیکشه بعد از 5 سال تا آخر عمرش دیگه پارتی میکنه خلاص این یکی از کلاسای بیزنسی من بود نمیدونم میشه 103 104 هرکونمش که هستش اگه خواستی برید قبلیش هم ببینین چیزاشو میذارم این بالا خب حالا بچه ها چون الان خود امینم روی خط داریم من یه سال ازش میپرسم که ببینیم مغز خود جوون چی رو میگه هان چقدر تب. چون اینو میدیم که دیگه تجربهش از خیلی از شماها بیشتر نیست در لول خودتون باید باشه امین شما چی شد که اومدی برای 200 هزار دلار 200 هزار تومن در ماه حاضر شدی تقریبا هر روز کار کنی ببخشید قبل از که جواب بدی الان ده روز شروع کردیم به هر روز ویدیو گوشن تو اینستاگرام از همین شورت اه... یه نفر دیگه پیدا شده اه... تیک تاک رو داره برامون زحمتش میکشه یعنی انقدر چیز خوب اتفاق افتاده و فقط و فقط به خاطر اینکه من از قلندر جدا شدم چون من اگه جدا شدم اگه میگفتم میکرو گرفتم گوشم تیک -تاک بعد اون ویدیو نمیفرستاد تیک از بین میرفت بعد اگه میگفتم میخوام به یارو تیک پول بدم میگفت پولشو بده به من بعد اگه پولشو میگفتم نمیدونم به تو ناراحت میشد میدونی من راحت نمیدونم برم دیگه پیدا کنم ولی الان اصلا یه ریلکس شدم و تنها کسی رو که دوست داشتم و هنوزم دوست داشتم فکر نکنم من مثلا ازش ناراحتم یا شاکی ام از نظر بیزنسی ضربه خورد بیزنس به خاطر اعتماد علکی من و من این روز اول بهش گفتم گفتم آقا من یه که آدم مهربونی ام به آدما اعتماد میکنم امیدوارم تو منو نگایی ولی مطمئنم که میگایی یه روزی و بهت میگم کی بود روزی هم که گایید بهش گفتم همون روزی بهش گفتم میگه نمیخوام نمیخوا نمیخوا بهت کنم گفتم بهت گفتم نمیخوام می روزی منو به گایید ولی گاییدی اونم میگه من به خدا کاری نکردم ولی کردی از اون روزی که ما اینو درست کردیم دو هفته هم هستش دارم میگم 15 درصد فالوورم رفته بالا یعنی 27000 تا شده 31000 تا خیلیه ها دارم بهت میگم من دو سال بود سعی می کردم و فقط یا مستقیم می یا میرفت پایین اصلا به راحتی رفت بالا خیلی مردم ماشاءالله سخت دکمه فالو رو زنیم ولی به خاطر همین کارو الان میگم داره نتیجه رو می بینی به چشم فالوور سوهل از پنشه شد هفت هزار و اون اونکی کانال داره میرسه یعنی همین کانال داره میرسه به بیس هزار دمتون گرم اینستاگرام سی هزار رو رد کرد وقتی ما تو 20000 بودیم میبینی فقط جای خوب و خوب در اتفاق میفته و این آدم با دیویس هزار تومن اومد تو مغزش این همه خوبی انجام داد حالا میخواد دهن خودش بشنیم که امین چرا با دیویس هزار تومن حاضر شدی یه توضیح برامون بده من فکر بسم الله الرحمن الرحیم نگی کسی نمیشه فکر چی گوش کش فکر تو کانه شروع کن مؤدب باش بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آره من به این فکر میکنم همیشه که اول درسته برای پول رو در آوردن باید تلاشتو تو بکنی اوکی خب تلاش نکنی نمیشه ولی تو بغل تلاش داری حرکتی که شروع میکنی و به خاطر پول نباید شروع کنی چرا؟ چون پول مثل یه بچه میمونه که تو میخوای باش بازی کنی وقتی دنبالش بدوی اون فرار میکنه اوکی؟ و وقتی فاکیم فرار کنه تو هیچ وقت بهش نمیرسی برای این تو به فکر پیشرفت میری تو کار تلاش میکنی پول خودش میاد سمته این خیلی حرف جالبه من تا بهش اینجوری فکر نکرده بودم واقعا راست میگی نه من فکرم میخوای بگی باید دنبال پول بدوی تا بهش برسی تو میگه یه دنبالش ای فرار میکنه اتفاقا تو باید کارتو بکنی و پول خودش میاد چقدر حرف جالبی آره دیگه فکر کن مثلا این مسایشو نها نگاه کن فکر کن من میمونم روز اولی که من تو بفرمایشم رفتم دیده شدم افرش من من پول میگیرم با تو حرف میزنم خدایی یه نفر نمیومد یعنی یه نفرم نمیومد ولی چون رفتم توی کار همینجوری نشستیم مجانی نواسه پول نشستیم مجانی ویدیو درست کردیم عجیبا پول دادیم وسیله گرفتیم ستاپ کردیم گذاشتیم خودش رفت جلو رفت جلو رف جل رف. بعد مردم اومدن آقا چی هم گذاشتیم بعد مثلا یه راه باری که از اون باز شد مثلا یه بیزنس جدید میدونی این خیلی جالبه یه حرفش خیلی قشن بود که نه دنبال پول بدویی تو باید دنبال خوبی کردن باشی دنبال بهتر کردن باشی و وقتی که ذات دیده بشه تو همه کارا موفق میشی چه میخوای سخت درست کن باشی چه میخوای چمنزن باشی چه میخوای کودر مثلا سافر باشی آره قرنده که کرد برای پیشرفت اون حرفش درسته برای بیزنس اومده بود که پول دراره خب و ادیت میزد پولشو میگرد ولی من به این فکر نمی کنم. من به این فکر میکنم که اوکی من برای همچین چیزی که الان دستمه باید تلاش کنم که یه روزی نتیجه بگیره و منم نتیجه کارمو بگیرم او برای بس فقط یه بگم اینو برای امینا دارم میگم خیلی از سهیلام کونیه یعنی میاد به تو میگه میگه ببین بیا اینو را من وقتی موفق شدیم درسش مال تو بعد که موفق میشی میشونت میگه ببین من مثلا میگم ها الان امین حاضر برای مثلا این مسئله بفهمی من وقت میگم مثلا مثلا من کلید به من میکنم که نه تو عدد گفت ببین فرض کن امین الان حاضر واسه من دو میلیون تومن بگیره کار کنه و میگم آقا امین دو میلیون بدم تو واسه من مثل سگ چون نمیخوام نورمال کار کنم مثل سگ کار کنی همین میگه من برای دو میلیون مثل سگ کار میکنم خب میگیم پنج کیلو خود قشنگ هم بشه همین من برای 5 میلیون مثل سگ هزارم کار کنم میام قبوله من میام بهش میدم این پول رو بعد دو سال دیگه معروف میشیم امینم پنجشون میکنم هفت ها میکنم نه ده همینم خوشحاله میگه حقوقم دو برابر شده منم دارم دیگه هم اشغال میکنم درآمدم از چهار دلار شده ده هزار دلار خب این یه سناریو. بعد من میام به امین میگم که امین من به تو چی پول نمیدم بیا بیزنسو بسازیم امینم میگه قبوله جفت ما میدونیم که ارزش کار امین 5 میلیونه من میدونم ماهی دارم 5 میلیون ضرر میکنه سود دارم میکنم که امین ازم پول نمیگیره امینم تو مخ خودش داره ماهی 5 میلیون ضرر میکنه که میگه که در آینده میگیرم بعد دو سال میگザره بیزنس ما معروف میشه موفق میشیم میشه ماهی 10000 دلار 10 درصد امین میشه 1000 دلار 1000 دلار با دلار امروز میشه 55 میلیون تومان خب من من دو سال میگذره میگه خب همین بیا بیزنس شروع کن پول در بودم بیا سهم تو بعد ما اولش 55 میلیون میدم ماه دوم دو بهش 55 میلیون میدم ما سوم که میام بهشون میگم دود این که ارزش کارش 5 میلیونه منم که ندارم بهش 10 میلیون مثلا بخوام تشویش بدم الان تو سه ماه گذشته من به این یارو 150 میلیون پول دادم این کل دو سال اگه میخواست با این 5 میلیون از من بگیره میشد چقدر میشه میشد 60 120 میلیون کلش میشه 120 میلیون من تو سه ماه گذشته به 155 میلیون دادم پس من دیگه به امی بدهکاری ندارم بیشترم تازه بهش پول دادم امین میخوام باید حرف بزنم چیه دادا دادا چه میخوام من برام نمیارزه 155 میلیون بدم یه منیجر داشته باشم با 155 میلیون من میتونم 7 تا منیجر استخدام کنم دو تا فول تایم هم ادیتور بگیرم بر همین طوری من نمیارزی اینم باید حواستون باشه حالا من امین امین از من چی نخواسته بنویسم چون من دیگه معروفم به چوپان راستگو اگه من قبلش درو بگم کیرم تو این دنیا ولی از سوالای کونی بترسین چون یارو میاد اون لحظه که بیاد میگم واقعا هم رایت فولی یعنی نگاه که میکنه میگه چرا دارم به این امین چاغال من ماهی 155 میلیون میدم چیکار کرده دیگه دو تا آپلود زده خیلی راحت فراموش کردن دو سال سختی و زحمت و یه آدم دیگه وقتی تو توش نبودی چیکار کرده دیگه قرار بود یه کامنت بذاره یه دونه ویدیو آپلود کنه یه استوری بکنه ریدن به آدما خیلی ساده است خیلی راحته واسه همین این موضوع هم حواستون باشه کسی با این داستان میاد جلو قبوله ولی بشین بنویس اینجا که من تو ده سال آینده ده درصد میگیرم فقط تو این سناریو تو میتونی من فایر بکنی اگه فایر بکنی باید هر ماهیو که مجانی کار کردمو به هم بدی ده درصدشو در آینده یعنی مثلا من اگه سال سوم تصمیم میگیرم امین رو اخراج کنم میگم خب امین تو سال اول تا دوم دو 24 ماه پول نگرفتی برای همین من این 24 ماه که پول نگرفتی و الان فایده کردم و ولی 24 ماه آینده من هر ماه باید به تو 10 درصد رو بدم چون اون موقع بد ندادم الان بهت میدم ولی بعد 24 ماه دیگه برو دنبال کار خودت میدونی یه چیزی بنویس دنیا بالا پایین داره با الان من مشکل پیدا میکنن اینجوری نیست که همیشه خوب باشه و ما میگیم میخندیم و فلان بسار. واسه همین از اون برام حواستون باشه ولی اپورتونیتی که جلوتون میاد میتونه آینده شروع رو به پول اون موقعش فکر نکنید پول آیندهش فکر کنید به موفقیت آیندهش فکر بکنید و توی مثال امروز دیدین که یه آدمی که این کار کرده تو ماه اول جوابش رو گرفته حاضر بود دو سال دیگه بگیره یعنی ماه اول گرفته خب این سی باید الان سخته رو خوشحالتر کار کنه خب این نتیجهش چی میشه موفقیت من موافقت من دوباره چی میشه دوباره موفقیت خودش ببین این سیرکلی که میخواد تو زندگی رو بندازی بری جلو جونم من اول یه چنلتو شروع کردم خب مثلا 10 در درصد در یه چنل رو میگرفتم بعدش تو پیشرفت رو دیدی یه بیزنس جدید اومد تو کار در درصد اون هم دادی الان سیخ کردی در درصد کانون دومو بگیره آه. خب خب بعد اومدی اینستگرام تو به من دادی گفتی فاکی مثلا این نوشه این کار رو میکنیم اینجوری اینجوری این دوباره یه آفر دیگه بعد یه هفته دوباره چنل اصلی تو بهم دادی چنل اصلی تو... هیچ چه دردم درو نگو <تصح> قرار شد اگه کسی آوردی آدم معروف بود پادکست گذاشیم در درصد <تصح> اون مال تو باشه <تصح> اصلا اونو نمیگم این که دارم فاکی منیجش میکنم به ادیتور میدم آپلود میکنم این بر اون و... کل کلیومی کار وقتی یه نفر پشت سرت داره میگینه جوابتون هم میده آره دیگه دقیقاً تو روز اول, اول می اومدی همون چا آره بودم جلو تایر کم تاری گذاشته بودم انرژی کمتری تاری اون گذاشته بودم الان همون یه دونه نه آره مثلا واقعا اگر هر روز اول می اومدی میگفتی سهیل یوتیوب بده اینستاگرام بده میگفتم نه دادا آروم باش ولی وقتی مثلا میبینی جلو بعد خود می می به نظر من باید ما یه روزم هر روز یه استوری بزنیم هی فکر مثلا تو اینستاگرام نمیذاری لینک بکنی ویدیو جدید و و من گفتم من بعدم میاد فقط لینکی باشه من از این و... اینستاگرام که فقط هی توضیح میدم برو یوتیوب بعدم میاد چون یارو تو اینستاگرام تو اینستاگرام دیدی میخواد یوتیوب خوش عقش میرسه بعد امین گفت خیلی خوب پس راضی شد که شورت ها رو هر بذاره بعد لای شورت هامون ببخشید آره شورت یعنی یعنی ریلز میگه اینستاگرام ریلزا رو بذاره بعد ریلزا هم استوری بکنه که تو خود همون اینستاگرامه بعد اگه یه دونه ویدیو از یوتیوب من بود یه صحنه باحال از اون ویدیو استوری بکنه بگه لینکش هم هست یعنی کسی خاص به لینکش رو نگاه کنه کسی نخواست همون صحنه خنده رو ببینه ولی اینکه یه عکس بذاری ویدیو من تو یوتیوب اومده بیرون امروز برو ببین من از این کار خیلی بدم میاد به نظرم چون آدم که میخواد یوتیوب بره میینه یوتیوب میینه میینه لازم نیست من میام خاموش بکنم از شاید اشتباه بگم ها چون تو 10 نفرم بکشی تو یوتیوب 10 نفره ولی من جوری که نگاه میکنم که من باید دو هزار نفر رو شاکی کنم که ده نفر رو خوشحال به نظر من نمیارزه درسته که سودش به من میرسه خشم من نمیبینم ولی من که میدونم یارو اومده رو استوری من زده گفت بخند یا بده یه عکس کیری من واسه ده نه 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 لینک خب نمیخوام ببینم خوشش خوش سمت ولی اگه صحنه خنده دار باشه از اون ویدیو من نگاه میکنم 30 ثانیه هم میخندم اگه خواستم لینکش هم هست اونو قبول میکنم ببین چون پارتنر شده با هم بک اند فورت میکنیم و قبول کرد الان اونجوری داریم میبینیم جلو الان هر روز این ویدیو میذاریم هم مردم خوش شدن. هم خیلی نمیدونم ریاکشن خوبی داریم میگیریم معلوم دارن کنی، میگن میخندن هرچی به نظر من این راه راه خفن پولدار شدن این راه راهی که آدم عشق میکنه این راه راهی که آدم وقتی بهش به پول میرسه مزه داره بعد تا نداره تو میدی بیشتر کار کنی بیشتر میشه میدی کمتر کار کنی کمتر میشه کاملا تو وصلی. ولی اینکه ای کاری بکنی ببندی همون ادامه بدی کار بدی نی ولی اگه موقعیتش داری که این یکی داشته باشی به با اون انتخاب کنی خیلی اسکلی این من کل این ویدیو بود میخواستم چش آدم رو باز کنم که اون لحظه رو به آینده فکر کنه به آینده همون لحظه اول گنده فکر نکن تو کوچیک برو جلو نگو من میام آقا اینستاگرام تو میدونم آش امین الان تونسته دیگه ولی امین اگه روز اول میام گفت یوتیوب دست من یوتیوب دورم به دست من ادیتورا هم به دست من اینستاگرام به دست من بابا بابا من فکر کنم دیوونه ای مگه من اینا دست تو فر همه رو بگم میدی اصلا مشکل پیدا میکردم میرفتم به قلنده بودم امینه دیوونه است ولی بگم آقا یه ویدیو افتاده کانال دست نمیزنی اینا بیا با هم بریم جلو دم شد با هم رفتیم جلو بعد اومد نشون داد به من که داره کار میکنه گفتش که ببین سوهل من ویدیو گوشیم ویدیو ات چون ویدیو هم تخمی بوده همین ریاکشن ها گفت بیوش کمه ولی تو وقتی پادکست میذاری منم نگاه میکنم گفتم خب آره من نمیخوام من میخوام کانال ریاکشن باشه نمیخوام من حرف بزنم بعد بک اند فورد بک اند میدونی پارتنرشیپ نشون میده که داره فکر میکنه چون دنبال پولی نیست چون پولی وجود نداره اگه کار نکنه و من اینو دوست دارم یعنی منظورم اینه که مثلا کسی که بیزنسمنه کسی که پول دستشه دنبال اینجور آدم است اینجور جور آدما من تو نمیتونی پیدا کنی چون اگه من بشینم بگم که امین تو میتونی ایمه. بله میتونی بله خب من نمیدونم حرفشو باور کنم یا نه همان هم بهترینم هم. من قول میدم تیم دارم همه همه کوسچرا رو میگن. خب دیگه ما همه چی شنیدیم ولی وقتی تو اکشنی که مثل امین رو ببینی میگی خیلی خوب امین آدمیه که موقعیتش رو میفهمه جاشو رو میدونه میدونه چه زحماتی میتونه بکشه که کارو بهتر بکنه و داره انجام میده بعد تو اینو که میبینی میخوای با این آدم هم تو هم نزدیکتر باشی من پس برای روز مثلا میگم آ... اگه بخوام مثلا یا فکر کن رژیم عوض شه بعد من بخوام بیام ایران یه خونه بسازم من بخوام پول بفرسم حسابی کی فکر میکنی من میخوام مثلا یه نفر بزنم سر اون ساختمون وایسه فلان قدم بهش اول نفر از امین میپرسم تو وقت داری این کارو بکنی میتونی میگم به آینده فکر بکن ولی دنبالش ندو همونجوری که امین گفت اگه بیای با من که به امید که میخواد من بشی منیجر خونه ساختن من به درد نمیخوره نمیشی ولی بیا بکن فقط من میخوام آدم مفیدی باشم تو یه چیزی تو اون رو قوی کن بعد با در بعد به خودت هم میاسه میبینی چند وقت دیگه همه چی دست امینه اصلا من فقط یه بازی کنم میام اینجا میشم با جوری نه میرم. امینه با 20 صفحه حرف میدنه کامنت داره خودش میره ویدیو خوش داره اپلود میشه همه چی داره میچرخه خب من دیگه فکر کنم اندازه کافی صحبت کردم دمتون گرم اگه کسی دوست داره وقتی بگیره چیزی تو دیسکریپشن هستش که با امین میتونین ستاب کنین لطفا اگه میشه کامنت بذارین یه لایکی بزنین یه خود ما رو پوش کنه بیشتر این یوتیوب و اگر هم لطف میکنین کامنت میزنین یه کامنت انگلیسی هم بزنین که ما یه پاچه خالی کوچیکی از یوتیوب کرده باشیم که فکر کنم ما خیلی خفنه دمتون گرم شب خوبی داشته باشین چاکس